به نام خدا و با عرض سلام. تأخیر در امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن واکنش‌های بسیاری را برانگیخته است، در حالی که لوی جرگه مشورتی و بسیاری از نمایندگان شورای ملی خواهان امضای این پیمان هستند، اما رئیس جمهور کرزی میگوید تا هنگامی که شرطهایش درباره امنیت، جلوگیری از حمله به خانه‌های مردم و آغاز گفتگوهای صلح برآورده نشوند، این پیمان را امضا نخواهد کرد. شماری از رهبران سیاسی و شهروندان افغانستان موافق امضای این پیمان هستند و شماری دیگر با امضای این پیمان مخالفت داشتند. از همین رو رئیس جمهور کرزی اعلام کرد که لوی جرگه را برگزار خواهد کرد تا شرکت کنندگان این جرگه درباره امضای این پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکا تصمیم بگیرند. لوی جرگه به گرد همایی با نشست بزرگان قبیله گفته می شود، با آنکه رئیس جمهور کرزی در بیش از 10 سال حکومت 6 بار برای مقاصد گوناگون چنین جرگه ها را برگزار کرده است، اما برگزاری این جرگه همواره مورد بحث های مخالفان و موافقان قرار گرفته است و جنجال های فراوانی را در پی داشته است. مخالفان برگزاری این جرگه ها باور دارند در صورتی که شورای ملی وجود دارد، برگزاری چنین لوی جرگه ها غیر قانونی است و مالوی جرگه در 100 سال گذشته از یک سنت قبیله‌ای به یک راهکار حل مسائل سیاسی مبدل شده است که مهمترین کار آن تصویب قوانین، تعیین سیاست خارجی حکومت‌ها در موارد حساس و تصمیم گیری درباره مهمترین مسائل ملی بوده است و حکومت داران کشور از آن برای محکم ساختن پایه‌های قدرتشان استفاده کردند. در حال حاضر برگزاری جرگه ها از بخش های دورافتاده و دشوارگذر کشور به عالی‌ترین مظهر اراده دولت مبدل شده است. رئیس جمهور کرزی برگزاری جرگه را برای قضایای مهم ملی افغانستان حتمی می‌داند. همکنون جرگه ها بیشتر در بخش‌های جنوب و شرق کشور برای حل مسائل مشکلات باشندگان همان بخش‌ها برگزار می‌شود. ولی جرگه را ما برای امروز و فردای افغانستان بر حکومتی که اینجا باشه و در قضایای مهم ملی مملکت فیصله کنه حتمی می‌داند. با وجود مخالفت‌ها برای برگزاری لوی جرگه که سرانجام حکومت به آن جرگه مشورتی نام نهاد، این جرگه به روز 30 ماه عقرب سال روان با حضور 2500 تن که در حدود 400 تن آنان زنان بودند در کابل برگزار شد. بیشتر شرکت کنندگان این نشست مصفیدان، بزرگان اقوام، نمایندگان مردم از سراسر کشور بودند. متن پیمان امنیتی زیر نام قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی در 26 ماده بعد دسترس شرکت کنندگان جرگه قرار گرفت. متن قرارداد همکاری‌های امنیتی و دفاعی پس از چانه‌زنی‌های بسیار رئیس جمهور کرزی تنها چند ساعت بیشتر از آغاز جرگه مشورتی هنگامی نهایی شد که باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا برای رئیس جمهور کرزی نامه فرستاد. باراک اوباما هنگامی برای رئیس جمهور کرزی نامه فرستاد که آقای کرزی برای به دست آوردن تضمین از رئیس جمهور اوباما بود تا در عملیات‌های شبانه اشتباهات گذشته را تکرار نکنند. امنیت و ثبات افغانستان، مبارزه با هراس افغانی، از میان برداشتن تهدیدهای داخلی و خارجی، آموزش و مشوره‌دهی، تجهیز و پشتیبانی از نیروهای امنیتی افغان مهمترین بخش‌های این پیمان هستند. مهمترین ماده‌های قرارداد امنیتی در ماده 4 این پیمان گفته شده است که آمریکا برای حمایت، تجهیز و آموزش نیروهای افغان کمک جستجو می‌کند. در فقره 7 همین ماده آمده است که ایالات متحده آمریکا سیستم‌های دفاعی افغانستان را مانند سیستم‌های دفاعی ناتو می‌سازد. ماده 6 این پیمان امنیتی می‌گوید که دو طرف با بکارگیری گزینه نظامی در برابر تهدید بر تمامیت ارضی، استقلال سیاسی افغانستان و نیز در برابر حمایت از گروه‌های مسلح، به ویژه تأمین پناهگاه و در کشورهای دیگر به گونه نیرومند مقابله می‌کنند. فقره 2 همین ماده هر گونه تجاوز خارجی یا تهدید به تجاوز در برابر حاکمیت، استقلال و تمامیت ارضی افغانستان را موجب نگرانی شدید خود می‌داند، زیرا این کار منافع مشترک هر دو کشور را تهدید می‌کند. فقره 3 ماده 6 در صورت تجاوز یا تهدید، طرفین به منظور اتخاذ اقدامات بالقوه سیاسی، دیپلماتیک، نظامی و اقتصادی برای تشخیص پاسخ مناسب به گونه منظم مشورت می‌کنند. ماده 9 فقره 3 امریکا طبق کنوانسیون منع گسترش تولید، ذخیره و استفاده از مواد کیمیاوی، تسلیحات کیمیاوی و بیولوژیکی را در قلمرو افغانستان ذخیره نمی کند و نیز اسلحه هسته‌ای را در خاک افغانستان ذخیره و مستقر نمی سازد. ماده 13 فقره 3 اگر یک سرباز آمریکایی از جانب افغانستان متهم به انجام جرم شود، مقام‌های افغان باید جانب آمریکا را در جریان بگذارند تا در این باره اقدام شود، ولی افغانستان نمی‌تواند که سرباز آمریکایی را بازداشت و یا توقیف کند. اگر به هر دلیلی بازداشت و یا توقیف می‌شوند، باید به زودترین فرصت به مقام‌های آمریکایی سپرده شود.
ماده 13 فقره 5 رسیدگی به جرم قراردادی های آمریکا و کارمندان قراردادی ها را افغانستان دارد. ماده 14 نیروهای آمریکایی برای اجرای عملیاتشان به مساجد و مکانهای مقدس داخل شده نمی توانند. نیروهای آمریکایی نمی توانند که به خانه مردم افغانستان داخل شوند و بازرسی کنند جز در حالت اضطرار. ماده 23 تمامی ضمایم مربوط به این پیمان جزء جدا ناپذیر آن محسوب می شود و با یادداشت کتبی طرفین تعدیل شده می تواند. ماده 24 هر گونه اختلاف و یا منازعه درباره تفسیر و تطبیق این پیمان باید از سوی افراد با صلاحیت و از طریق مشورت میان طرفین حل گردند و نباید به هیچ گونه دادگاه ملی و بین المللی، دیوان محاکمات و یا نهاد مشابه و یا طرف سومی به منظور حل و فصل ارجاع گردد. ضمیمه‌های این پیمان: الف بخش‌های زیر دسترسی آمریکا: کابل، بگرام، مزار شریف، هرات، قندهار، هلمند، گردیز، جلال آباد و شیندند. ضمیمه ب بخش‌های رسمی ورود و خروج: میدان هوایی بگرام، میدان هوایی بین‌المللی کابل، میدان هوایی قندهار، میدان هوایی بین‌المللی هرات، میدان هوایی مزار شریف و هلمند. بنادر زمینی: تورخم در ولایت ننگرهار، اسپین بولدک در ولایت قندهار، تورغندی در ولایت هرات، حیرتان در ولایت بلخ و شیرخان بندر در ولایت کندز. ماده 26 این پیمان از اول ماه جنوری سال 2015 میلادی پس از آن نافذ می‌گردد که طرفین از طریق مجراهای دیپلماتیک در صورت تکمیل شرایط قانونگذاری داخلی که برای انفاذ این پیمان لازم می‌باشد به یکدیگر اطلاع بدهند الا اخیر سال 2024 و فراتر از آن نافذ است مگر اینکه مطابق به فقره 4 این ماده ملغا گردد. طرفین می توانند از طریق توافق کتبی یا از طریق تبادل یادداشت این پیمان را تعدیل کنند. از سوی دیگر در پیمان همکاری های امنیتی و دفاعی میان افغانستان و ایالات متحده آمریکا در کنار مسائل امنیتی و قضایی موضوع رشد دوامدار اقتصاد افغانستان نیز در نظر گرفته شده است. بر بنیاد این پیمان ساخت و ساز مکانها و ساحه هایی که نیروهای آمریکایی در آن جابجا می شوند به دوش آمریکاست. تمام قراردادی های نیروهای آمریکایی تابع پرداخت مالیات بر عایدات هستند. تمامی قراردادی های نیروهای آمریکایی مکلف به گرفتن جواز از اداره حمایت از سرمایه گذاری ها هستند. تمامی وسایط غیر نظامی اکمالات نیروهای آمریکایی هنگام عبور افغانستان باید حق العبور بپردازند. نیروهای آمریکایی مکلف هستند تا حد امکان از وسایل و خدمات افغانستان استفاده کنند. با امضای این پیمان افغانها به گونه مستقیم و غیر مستقیم سالانه میلیون ها دلار درآمد خواهند داشت. نیروهای آمریکایی نیازمندی های اساسیشان را مانند آب و برق خودشان تامین می کنند. صادرات، واردات و ترانزیت اشیایی که توسط نیروهای آمریکایی صورت می گیرند و استفاده تجارتی ندارند از پرداخت مالیات معاف هستند. و فعالیت‌های خدماتی برای نیروهای آمریکایی تابع مالیه نمی‌شوند. قطعنامه تانه بزرگای عزیز تعداد اکثریت مطلق ما می‌بینم که تایید کرده تعداد هم مخالفین دار و ما مرحله تطبیق می‌خواهیم. مرحله تطبیق می خواهیم خوار که صلح بیاید. اگر صلح نامد علمی قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. اگر صلح نامد این قرارداد باعث بدبختی افغانستان میشه. صلح شرط ماست برای قرارداد. امریکا برای ما صلح بیاره، ما این قرارداد به هر دو دیده با امرایش منظور داریم و امر شما را قبول کرده امضایش میکنیم. با آنکه بحث برانگیزترین ماده این پیمان ماده 13 درباره صلاحیت قضایی سربازان ایالات متحده آمریکا در افغانستان بود، اما روی این ماده توافق شد و برخی پیشنهادهای در این ماده ارائه گردید و شرکت کنندگان لوی جرگه در 50 کمیته برای امضای پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن توافق کردند و از رئیس جمهور خواستند تا یک ماه دیگر این پیمان را امضا کند. اما رئیس جمهور کرزی 3 شرط تازه را برای امضای پیمان امنیتی گذاشت و امضای این پیمان را به پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری موکول کرد. تامین صلح در یک ماه دیگر، توقف عملیات‌ها در روستاها و برگزاری انتخابات شفاف و در صورت رفتن انتخابات به دور دوم، برگزاری دور دوم انتخابات تا 2 هفته پس از انتخابات از شرط‌های عمده رئیس جمهور کرزی هستند. آمریکا
سر از این لحظه دیگه در خانه های ما عملیات کردن میتونه. سر از این لحظه دیگه در خانه مردم افغانستان نه شب نه روز بر عملیات رفته میتونه. امین منظورتان هست یا نه؟ روزی که جرگه ششته بود شبش در نرگرهار در پتیکوت امریکا های رفتن دو نفر از هموطنهای ما رو کشتن، فقط چهار روز پیش. آیا فردا هم باز امریکا در خانه ما میره مردم بکشه؟ آیا اجازه میتیم؟ نمیتیم. پس عملات امریکا بر خانه های ما خلاص شد و اگر یک بار دیگر رفته بودی قرارداد نمیشه. من باید بگویم که در پایان نشست ما من غمگین و ناامید بودم، زیرا وی آماده نبود تا به زودی این توافقنامه را امضا کند. من امیدوار هستم تا این کار را بکند. ما خواستم ایست که سرنوشت این موافقتنامه هرچی زودتر معلوم شود، چون سال 2014 در پهلویی که مردم در انتظار برگزاری انتخابات هستند به خاطر انتقال مسئولیت های امنیتی، یک سال است که تشویش های مردم دارند. امروز میبینین که تجارت در افغانستان راکت شده، کاروبار توقف کرده، تقریبا فساد اداری اوج گرفته. کسایی که فکر میکنن که خدا نخواسته این سال آخر است در افغانستان، اونا هرچی به دستشان میه و با خود میگیرن و میبرن. همه اینها تشویش های مردم افغانستان است، در حالی که رئیس جمهور مسئولیتش ایست که مردم اطمینان بده و مردم افغانستان. تلفنشون بود، اینو دوباره چه میکنم؟ مسئولیت رئیس جمهور افغانستان ایست که منافع کشور در دراز مدت تضمین بکنه، نه ای که باباشین دوباره تکرار میکنه قسمت چه باز چی کنه. مسئولیت رئیس جمهور افغانستان ایست که در مورد منافع کشور به صورت کل فکر کنه، آینده کشور مد نظر بگیره، نه ای که اگر در وقت احساساتش جریحدار شده در گذشته بخواهی که مسئله سرنوشت کشور به او مرتبط بسازه و بالاخره هرچی که احساساتش حکم کنه مطابق به او عمل کنه. روش مسئولانه را مردم توقع دارن از رئیس جمهور افغانستان، روش عاقلانه و دوراندیشانه را توقع دارن و بالاخره اجراءات قانونی را توقع دارن. امضای موافقتنامه امنیتی به مسئله انتخابات و مصالحه ملی نباید مرتبط ساخته شود به هیچ صورت. کوریا رو مثلا شما در نظر بگیرید، قراردادی که با کوریا داره، بیشترین توسعه اقتصادی کوریا از اطراف همین پایگاه آمریکا آغاز شد. توسعه‌ای که خصوصا در بخش الکترونیک، در بخش تولید امروز کوریا داره، از همینجا آغاز شد. نمونه دیگه‌اش در ژاپن است. ما شما دیدیم در حالی که اونجا یک قرارداد بسیار در اوایل یک قرارداد بسیار سخت تحمیل شده بود بر ژاپن، اما از حضور امریکا اینا استفاده بردن و علم و دانشی را که داشتن از پیش استفاده کردن. معمولا اگر کشورهایی به ضررشان باشد طبعا این قرارداد را فسخ هم میکنن. این مربوط به ما میشه، چنانچه در 12 سال هم نتونست افغانستان از این فرصت خوب استفاده کنه. این مربوط به دولت افغانستان ظرفیت توانمندیش میشه که از این حضور به نفع خود استفاده کنه، نفع داره برای افغانستان. البته این ضرر هم داره که هر گاه یک نیروی خارجی در یک کشور باشه طبعا حاکمیت ملیش کاملا مستقل مانده نمیتونه. در حالی که برخی از آگاهان میگویند که تامین صلح در افغانستان وابسته به امضای پیمان امنیتی با ایالات متحده آمریکاست، رئیس جمهور کرزی امضای این قرارداد امنیتی را پس از انتخابات ریاست جمهوری تضمین برای حمایت کامل آمریکا از برگزاری یک انتخابات شفاف در افغانستان میداند. اما ایالات متحده آمریکا تعیین زمان را برای امضای پیمان امنیتی از سوی کابل نمیپذیرد و میگوید که این پیمان باید تا پایان سال روان میلادی امضا گردد. از سوی هم آماده نبودن رئیس جمهور کرزی برای امضای پیمان امنیتی، مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما را به کابل کشاند. مشاور امنیت ملی رئیس جمهور اوباما که با رئیس جمهور کرزی دیدار میکرد میگوید که اگر رئیس جمهور کرزی این پیمان را امضا نکند، ایالات متحده آمریکا مجبور خواهد بود تا نیروهایش را از افغانستان بیرون بکشد. حال ما همین قرارداد را که میخواهیم امضا کنیم و باید امضا شود
یک چیزی است که از این ما منصرف شده نمیتونیم فعلا. رئیس جمهور به ما وعده بده که قرارداد به زودی امضا میکنه و تا جایی که ما تجربه داریم، دانش داریم، علم و شریعت و قانون میفهمیم، انشاءالله که قرارداد به خیر ماست. و اگر از هر ماده قرارداد در آینده دوستای ما و امریکا مخالفت کردن، با جوابگویشان ما ملت خواهد دیم. با نظر داشت واقعیت های جامعه افغانستان، یک ضرورت جامعه ماست. ما ناگزیر هستیم که با کشورهای بزرگ دنیا و خصوصا با آمریکا رابطه داشته باشیم. ما به اونا ضرورت داریم. ما هنوز به واقعیتش به پای خود استاده نشدیم و این قرارداد فکر کنم مهمترین تضمین است برای از اینکه بعد سال 2014 به یک دهه بعد از او که عبارت از دهه تحول است، ما در اون دهه تحول نه تنها به قبل خود رفتیم بلکه به پیش خود رفتیم و دستاوردهای خود حفظ خود کردیم، نهادهای خود بیشتر خود ساختیم، امنیت خود خوب خود ساختیم و جلو دشمنایی را که ما متاسفانه در این منطقه داریم و هر روز مردم ما از خاطر دسایس از اونا زندگی خود از دست میتن، ما با اونا مقابله خود تونستیم کرده. بنابراین این تضمین ما باید از دست نتیم و امیدوار هستم که این قرارداد امضا شود. شکی نیست که این ظرفیت به صورت ریشه‌ای در خود این وطن همواره وجود داشته و این توسط مداخله قدرت‌ها یا همسایه ها همواره در یک حالت بی‌ثبات حفظ شده، اما حالا که امریکایی‌ها و ناتو و ائتلاف اینجا آمدن، حداقلش جلو نفوذ و مداخلات کشورهای منطقه را تا یک حدود محدود کردن و این فرصت به صورت طبیعی در این کشور شکوفا شد. حالا تداوم این ظرفیت ها منوط به حفظ روابط افغانستان با این کشور هاست. اگر این قرارداد امضا شود و اگر هم اونا جانب مقابل متعهد به تعهداتشان باشند و دولت های افغانستان هم احساس مسئولیت در مقابل خدا و مردم خود بکنند، به نظر می رسد که این یک چانس استثنایی است که مردم ازش بهره مند خواهند شد. فراموش نکنیم که امریکا به هیچ کشوری، حتی به نزدیکترین متحدش که اسرائیل هست، مبلغ 6 میلیارد دلار به حدودش کمک نمیکنه و این بزرگترین کمک نظامی است که امریکا در طول تاریخ به خودش دیده. و در کنار از این هم 4 میلیارد دلار دیگر تضمین میشه که محور هر دوی کمک ها باز امریکا و متحدین امریکا است که به واسطه لابی یا رضایت امریکا اونا به افغانستان کمک میکنه. این تداوم ما را فرصت میده که دولت ملی ما روز تا روز ریشه های خود ملی تر و عمیق تر و نهادینه تر بسازد، این ثبات تداوم پیدا بکند، اردو ظرفیت تداوم و حفظ و تکامل خود پیدا بکند. ایالات متحده امریکا پس از جنگ جهانی دوم با نزدیک به 60 کشور جهان پیمان های چند جانبه و دو جانبه امضا کرده است و هدف از امضای این پیمان‌ها منافع آمریکا، کنترل بر مسیرهای انرژی، مهار کمونیسم شوروی پیشین و چین، جلوگیری از گسترش نفوذ مجدد روسیه، مبارزه با تروریسم و اهداف اقتصادی بوده است. نیروهای آمریکا در ژاپن و آلمان تحمیلی بود در اوایل، چون بازنده بودن این دو کشور در جنگ جهانی دوم، عمدن نیروهای پیروز در اونجا باقی ماندن. بعدها به یک قراردادهای امنیتی تبدیل شدن آهسته آهسته وقتی که کشورها دموکراتیک شدن. اما در بعضی کشورها دیگه حافظ منافع و کشورها هستن، مثلا در قطر یا در کوریا که در برابر تهدید کوریای شمالی هست، یا در عربستان سعودی که در برابر تهدید عراق حساب میشه. در مجموع قرارداد را با کشورهای مختلف داره و گفته میشه که هنوز هم امریکا ژاندارم بین المللی یا پلیس بین المللی. خود اروپا که البته کشورهای عمدهش هم پیمان امریکا بودند و باز شدند، بعدتر در چوکات ناتو و به شکل دو جانبه قراردادهای از این قبیل امرایشون وجود داشت و تا امروز او قراردادها به جای خود بوده. در خاورمیانه علی‌رغم از اینکه اعراب خلیج علاقه داشتند که به قرارداد مشترک جمعی با امریکا برسند، اما امریکا حاضر نشد که به او شکل با ایشان جمعی قرارداد امضا بکنه
به شکل حمایت انفرادی و قدرت نظامی از اینا پرداخت. مثلا بزرگترین قراردادهای تسلیحاتی را با اینا منعقد کرد، یا هم مثلا پایگاه‌های خود که در اینجا به وجود آورد، اینا هم توان دفاعیشان تقویت شد و هم توان اقتصادیشان. در حالی که با ژاپن آمریکایی‌ها در واقع از پول و از خون و از توانشان برای دفاع سرمایه می‌گذاشتند، اینجا ژاپن یک مقدار پول برای کشور می‌پردازد، در حالی که در کوریا اوطوری نبوده. ای آمریکایی‌ها خود مخارج خودشان و مصارف نظامی خود را تامین می‌کنند. بنابراین اهدافی را که آمریکا دنبال می‌کند و تعهداتی که ما بین کشورها صورت گرفته، منافع دو جانبشان اشکال مختلفه ماهوی قراردادها را شکل میده. آگاهان مسائل استراتژیک به امضای قراردادهای ایالات متحده آمریکا با کشورهای ترکیه، عربستان سعودی، کویت، قطر، یمن، بحرین و امارات متحده عربی اشاره می کنند. این آگاهان می گویند که این کشورها از حضور و حمایت ایالات متحده آمریکا استفاده بهتر کردند و زیرساختهای کشورهایشان را ساختند. کشورهای اسلامی را ببینیم، ترکیه همپیمان آمریکا بوده از بعد از جنگ تا به الحال پایگاه آمریکا بیشتر از یک پایگاه در ترکیه وجود دارد. در خود کشورهای عربی، در خود عربستان سعودی که خب مرجع جهان اسلام است، در اونجا پایگاه آمریکایی وجود دارد و تصادف در جایی که از خود مکه مکرمه زیاد فاصله ندارد. در کویت وجود داره، در قطر وجود داره، در مهمترین کشورهایی که در منطقه هستند، در خود پاکستان که همسایه ماست، اینا پیمانی که امر خمی رقم پیمانی که ما داریم با اونا داشتن و برای اینا اجازه داده بودن برای عسکرای آمریکایی که از پایگاه پاکستان استفاده بکنن. کشورهای عرب هم چه در عصر نفوذ و گسترش کمونیسم اتحاد شوروی و چه بعد سقوط از اون، رابطهای سنتی مثبتی را با غرب داشتن، چرا که یک بخش کلان از اینا در واقع مستعمرات انگلیس بودند و چه بسا زمانی که اینا از استقلال خود در دهه 60 و 70 از انگلیس می گرفتن، توان دفاعی نداشتن، حتی حاضر بودند به انگلیس پول بدن که از خاک از اینا دفاع بکند. و به مرور امریکا جانشین کشورها شد و بعد از ختم جنگ سرد در مقابل دو قدرت منطقه دیگر که یکی هم جمهوری اسلامی ایران بود و دوم هم عراق، امریکا اینا را حمایت کرد و اینا با ناوگان‌های امریکایی و قوای لوجستیکی و بحری و زمینی و هوایی امریکا جا دادند. چنانچه در سال 2003 پایگاه‌های پرنس بندر و پایگاه الزهران عربستان سعودی زیر تاثیر عکس‌العمل‌های جهان اسلام از عربستان سعودی به قطر انتقال کرد و در منطقه علادت جابجا شدند و فعلا قطر مرکز فرماندهی سنکام هست، البته پیش رانده شده سنکام هست و مرکز لوجستیک همین جنگ هاییست که چه در عراق و چه در افغانستان اتفاق افتاد. کویت هم یک مرکز لوجستیکی عریف جان در اختیار امریکایی ها داده و ما دیدیم که بخش اعظم قوای که وارد عراق شد و از عراق خارج شدند از همین کویت در واقع عبور کردند و فعلا حدود 13500 نفر امریکایی در اونجا هستند. در منامه یا بحرین هم پایگاه بحری یا ناوگان پنجم امریکاست و همینطوری در از ظرف ها در امارات هم پایگاه هوایی امریکاست. این قدرت نظامی که در ایجه به وجود آمده بود هم برای منطقه در واقع یک امنیت در مقابل قدرت‌های بزرگ، حتی عربستان سعودی با این کشورهای کوچک خلیج مشکل داره، در واقع یک تضمین و یک ضمانت برشان به وجود آمد و همه دیگه در جنگ علیه تروریسم پایگاه‌ها خواستن جنگ افغانستان کمک کردن. امریکایی‌ها فرصت‌های زیاد در اختیار از اینا قرار دادن، از جمله به عنوان متحدین خارج از ناتوشان از تکنولوژی بسیار مدرن نظامی امریکا برخوردار شدند و این کشورها دارن از نوع وابستگی مطلق به
نفت به عنوان بزرگترین سرمایه گذارها در جهان مطرح شدند. هرچند آگاهان مسائل استراتژیک امضای این پیمان را سبب خدشه‌دار شدن حاکمیت ملی افغانستان می دانند، اما می گویند که امضای این پیمان در شرایط کنونی برای کشور نیاز است و با امضای این پیمان افغانستان می تواند در یک فضای امن بر رشد پایدار اقتصادی و سیاسی برسد و سرمایه گذاری ها را در بخش های گوناگون جذب کند و در وضعیت بهتر سیاسی و امنیتی قرار بگیرد. در این قرارداد البته قسمی گفتم به نیروهای ما کمک میشه، به اقتصاد ما کمک میشه و به ثبات ما هم که بسیار ضروری است کمک میکنه. شرایط افغانستان در افغانستان شرایط در این قرارداد به عمومیت که اوزمر در پار پا اساسات کسی دی دیر مهمی خبری تر ازم یو خود دی قرارداد تخنیکی الخونه دی چی دا بکیر حقا بکیر حقا بکیر خموش چه شرایط رو دی قرارداد در پار ولی غوارو او یا ولی نغوارو کدا قرارداد او د امریکای سره استراتیجیک ترون افغانستان ته امنیت راولی زموش پا گچه دی که صلح را تراولی سید نو که امریکا از مر سره قرارداد امنیتی کهی مر زینی امنیت او صلح وار زپا دی پویم چی صلح دودی پلاس کد زمطلق پا دی پویم زما د لست کار و کار دا یو خبر را شولید چې سوله دو دی پلاس کید. ما ایر بارها گفتیم که ما در حال یک جنگ اعلان نشده با پاکستان هستیم، جنگی که پاکستان رو اعلان نکرده اما عملا در افغانستان انجام میده و خونریزی بسیاری هم صورت گرفته و جنگ ادامه داره. پاکستان استراتژیش تغییر نکرده. تا وقتی که ما درگیری جنگ اعلان نشده و تحمیلی هستیم، بهتر است ما یک متحد قوی داشته باشیم. چی متحد قوی تر از امریکا؟ و از طرف دیگه خود افغانستان هم نیروهای امنیتی افغانستان هنوز در او حد نرسیدن که خودشان به دفاع مستقلانه را انجام بدن. حتی 10 سال هم کم است، شاید حدود 20 سال دیگه کار داشته باشیم تا اردوی ما به پای خودش استاد شود. به خاطر است که منفیت از این بیشتر است، ضررش کمتر است. و هم باید این را هر کس باید بفهمه که ضرورت برای حضور نیروهای امریکایی یک نیازمندی است نه علاقمندی. پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا بر بنیاد مواد پیمان همکاری های استراتژیک دو کشور امضا می شود. این پیمان چگونگی حضور نیروهای امریکایی را پس از سال 2014 میلادی در افغانستان تعیین می کند. گفتگوها درباره پیمان امنیتی میان کابل و واشنگتن پارسال در کابل آغاز شد و پس از آن که دفتر طالبان در قطر گشایش یافت، چهارمین دور این گفتگوها و تعلیق درآمد. حکومت افغانستان اعلام کرد که این گفتگوها به دلیل تناقض میان گفتار و عمل ایالات متحده آمریکا درباره روند صلح به تعلیق درآورده شده است. برخی از مقام‌های پیشین و نیز مقام‌های برحال حکومت نیز امضای پیمان را برای کشور مهم می‌دانند و می‌گویند که امضای این پیمان می‌تواند از گسترش مداخله کشورهای همسایه جلوگیری کند. از سوی هم مقام‌های آمریکایی خواهان امضای این پیمان پیش از پایان سال روان میلادی هستند. آمریکا میگوید که امضای این پیمان پیش از پایان سال روان میلادی برای آمریکا و هم پیمانانش فرصت خواهد داد تا درباره حضور نیروهای خارجی در افغانستان پس از سال 2014 میلادی برنامه‌ریزی کنند. در غیر این صورت به تعویق انداختن امضای این پیمان روابط کابل و واشنگتن را صدمه خواهد زد و نیز ادامه کمک‌های جامعه جهانی به افغانستان با خطر روبرو خواهد شد. خدا نگهدار.